خب برای گفتگو همراه هستیم با دکتر نورالدین پیرمؤذن، متخصص جراحی ریه از بریتانیا. آقای دکتر پیرمؤذن، مراکز پزشکی و درمانی در رابطه با شیوع ویروس کرونا این روزها مشغول کار بر روی سه موضوع مختلف هستند: تسریع تشخیص بیماری، درمان اون و همچنین کشف و آزمایش واکسن برای جلوگیری از ابتلا. از درمان شروع کنیم. مراکز مختلف در کشورهای مختلف سعی میکنن راههای مختلفی رو امتحان کنن، از جمله تزریق پلاسما به مبتلایان. برای درمان بیماران کووید 19 چه کارهایی در حال انجام هست؟ این بیماری یه بیماری نوظهوره. ما این ویروس از روز تولدش 3 ماه گذشته. در چنین شرایطی وقتی یک بیماری یا یک اتیولوژی یا یک ویروس یا یک باکتری تازه پیدا بشه، تا پیدا کردن داروی انتخابی یا داروی چویس اون بیماری یا واکسن اون بیماری معمولا طول میکشه، برای اینکه این داروها و این واکسن ها باید اون 4 تا فاز داره که بایستی تحقیقات و مراحلش رو بگذره تا به مرحله عملی برسه. بنابراین درمان امروز که با هم صحبت میکنیم، درمان قطعی برای این ویروس وجود نداره. معمولا ما در واقع در فضای دنیای پزشکی وقتی با یه چنین حالتی روبرو شدیم، چون ساختمان و ساختار RNA ویروس رو میشناسیم، از داروهایی که شبیه استفاده میکنیم به ویروس های شبیه ویروس کرونا مثل همین آنفلانزا یا HIV، از داروهای موجود در دسترس استفاده میکنیم که بهش میگن ریپرپسینگ یا ریفایلینگ. بنابراین فرض کنین در ژاپن از فاویپیراویر استفاده میکنن، در بوستون در رمدسویر استفاده میکنن، یا در چاینا ترکیبی از داروها رو استفاده میکنن. تا جایی که من آمار گرفتم، برای اینکه دیگه من 3 ماه کار منم این شده برای اینکه کمک بتونم بکنم برای هموطنانم، تا کنون 31 دارو از داروهای موجود، داروهایی که ضد فرض کنین کلوروکین، ضد مالاریاز، یا داروی ضد HIV یا داروی آنفلانزا، 31 دارو بر اساس 120 پروتکل درمانی در بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها و کشورهای مختلف داره استفاده میشه. آیا واقعا اینا در نتیجه آوتکامشون چه خواهد بود؟ هیچکی نمیدونه. گزارش‌های محدود از خود چین اومده که فرض کنین داروی فاویپیراویر که ما به اون معمولا میگفتیم داروی آنفولانزای ژاپنی، بر روی 80 تا بیمار اثر کردن و باعث شده که اون لود ویروس از بدن بیمار تخلیه شده، علائم ریوی هم برطرف شده. بنابراین کنترل ترایل استادی هم نشده، یعنی ما 2 تا 3 تا دارو رو با هم مقایسه نکردیم. اومدن هر کسی به یک گروهی، به یک پزشکا، به بیماران دادن. بنابراین در یک کلمه، فعلا درمان قطعی و انتخابی برای این ویروس وجود نداره. ما برای 2/3 بیماران درمان علامتی میکنیم، یعنی داروهای ضد سرفه، آنتی هیستامین یا مسکن. برای اون بیمارانی که در بیمارستان بستری میشن یا تو ICU بستری میشن، از یکی از این داروهای براد اسپکتروم آنتی وایرال، یعنی داروهای که اثرات روی ویروس مشخص شده، استفاده میکنیم. حالا هر بیمارستانی یک پروتکل درمانی، یا هر کشوری برای خودش یک پروتکل درمانی داخلی خودش رو داره. آقای دکتر، تحقیقات برای کشف و آزمایش واکسن در چه مرحله‌ای قرار دارند؟ ببینید، در شرایط نرمال اصولاً پیدا کردن واکسن چندی مرحله داره. اصلی ترین مرحله در واقع اون دیولوپینگ واکسن یا پیدایش واکسن، پیدا کردن اون ژنوم یا ساختمان یا استراکچر RNA ویروسه. خوشبختانه این اتفاق افتاده. معمولا در بیماری های عادی واقعا سالها طول میکشه واکسن. میدونید که واکسن یا باید ویروس رو ضعیف کنن یا خود ویروس رو وارد کنن یا یعنی یک مکانیسم های داره، حالا من نمیخوام زیاد دیتیلش اینجا باز کنم، خیلی طول میکشه. اما چون این پاندمیه، از یه طرف یک نیاز یعنی یک نیاز همگانی در دنیا وجود داره و خب طبیعی است که پشتش یه بیزینس درآمد هنگفتی برای کمپانی های در واقع دارو یا تولید کننده یا واکسن داره. الان نزدیک به 41 تا من نوشتم که کمپانی هایی رو این کار میکنن.
بعضیا در واقع اون فرمولش رو پیدا کردن، بعضیا مرحله اولی که روی حیوانات استفاده کردن و گذروندن مرحله فیز 1 رو، بعضیا رسیدن به فیز 2، یعنی دارن در یک محدوده از آدمایی که خودشون داوطلبن تست کردن. ولی بر اساس اون جلساتی که ما در سازمان بهداشت جهانی داریم آنلاین، پیش بینی میشه که در بهترین، در واقع خوشبینانه ترین حالت، یک سال طول خواهد کشید که اون مس پروداکشن واکسن در اختیار تمامی کشورها و تمامی ملت‌ها قرار بگیره. سپاسگزارم دکتر نورالدین پیرمؤذن که با ما همراه بودید.